رمضان رمضان پر از نور است و نماز، احساس رها شدن احساس نیاز، خود را بنگر در این آینه راز. دستت به دعا بخوان هم وارز جان، این میهن خسته از ظلمت برهان، این میهن خسته از ظلمت برهان. رمضان رمضان. سلام به همه مردم عزیز ایران. از برنامه نخستین روز ماه رمضان به شما سلام می‌کنیم. سلام ویژه داریم به همه روزداران گرامی. با آرزوی قبول طاعات و عبادات شما و با آرزوی اینکه در ماه رمضان امسال که تقریباً در سراسر میهنمون در اثر فاجعه سیل و طوفان‌های فروردین ماه مردم عزیزمون دچار مشکلات بسیاری هستند، روحیه همیاری، همکاری و همدردی هرچه بیشتر بشه. پیام حقیقی رمضان هم همینه، پیام عشق به انسانها و خدمت به مردم. با این آرزو برنامه ویژه اولین روز ماه مبارک رمضان رو شروع می‌کنیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، الذي انزل فيه القرآن. مهمترین نکته در شناخت اسلام و قرآن اینه که دین برای رهایی مردمه، بنابراین هیچ ربطی به دشمنان خدا و خلق، فقیه خونریز و حکومت‌های ضد مردمی نداره. بله، نه دین، نه رمضان و نه قرآن ربطی به ستمگران، خصوصاً دین فروش‌های مرتجع و تبهکار نداره. در این سال‌ها هم دیدیم که اونها که مردم رو از رابطه مستقیم با قرآن پرهیز میدن و اونها رو به دروغ‌ها و رساله‌های گمراه کننده خودشون مشغول می‌کنند، دشمن‌ترین دشمنان قرآن و توحید هستند. بنابراین همیشه باید دین و اسلام حقیقی و حقیقت قرآن رو از اونچه مرتجعان می‌گند کاملاً جدا دونست. رهروان راه خدا همون‌هایی هستند که برای رهایی مردم، برای عدالت، آزادی و برای کرامت انسانی همه انسان‌ها تلاش و مجاهدت می‌کنند. علی پیشوای اسلام حقیقی با انزجار از ریختن خون مردم خطاب به مالک اشتر فرماندارش در مصر از جمله هشدار داد که ای مالک، از بناحق ریختن خون مردم بپرهیز، زیرا هیچ چیز بیش از این نزد خداوند منفور نیست و هیچ جرمی بالاتر از کشتن مردم توسط خداوند بازخواست نخواهد شد. حاکمیت خونریز محکوم به سقوط است. خداوند در روز رستاخیز اولین چیزی که از آن سؤال خواهد کرد خونهای به ناحق ریخته است. بنابراین حکومتت را بر ریختن خون مردم استوار مکن.
در مواظبت از حس بودنم، خود را درون آینه تعریف می کنم. زیر علامت سؤال که بر روی آینه است، افتاده چهرم، اسمم، خودم، منم. وقتی جواب می طلبد درد دور و بر، من در قبال این همه غمها چه می کنم؟ باید به پیش خیشتنم همچو مولوی از خود بپرسم آدمم یا چوب و آهنم. آن عشق و همت و شرفم نم کشیده است یا می شود به دور و برم شوری افکنم؟ در ظلمتی که روی همه چیز پهن شد، این من چقدر نورم و یا سایه روشنم؟ آنجا در آسمان پر پرواز یک عقاب یا کرم کوچکم به گرد خودم پیله می تنم؟ معلوم هست در کجای وجودی استاده‌ام؟ دیوار یک طویلم یا سرو برزنم؟ فرقی نمی کند که جنس اولم و یا که دومم، طفلم، صغیر، کبیرم، مردم و یا زنم. این حرف هاست بین من و آینه، هر روز در مراقبت از حس بودنم.
با سلام به بینندگان عزیز و تبریک ماه مبارک رمضان، قصد داریم که در چند برنامه هرچند مختصر به قصصی از قرآن با استناد به خود قرآن بپردازیم. امروز اولین برنامه رو شروع می‌کنیم با داستان هود پیامبر و قوم عاد. یکی از پیامبرانی که در قرآن یک سوره به نام اوست و 10 بار هم نامش در قرآن ذکر شده، حضرت هوده. نسب حضرت هود ابن عبدالله با 7 واسطه به حضرت نوح میرسید. حضرت نوح هنگام رحلت به پیروان خودش بشارت داد که بعد از من یک غیبت طولانی خواهد بود. در طول این مدت غیبت طاغوت‌های بر مردم حکومت میکنن، بر اونها ستم روا میدارن، تا اینکه سرانجام خدا اونها رو به وسیله قائم بعد از من که نامش هوده نجات میده. هود هم رادمردی است با وقار و صبور و در ظاهر و باطن به من شباهت داره. اینا وعده‌هایی بود که و نکاتی بود که نوح پیامبر گفته بود. بعد از رحلت حضرت نوح، مؤمنا و پیروان اون همواره در انتظار حضرت هود به سر می‌بردن، تا اینکه به اذن خدا هود پیامبر مبعوث شد. او دومین پیامبری است که در برابر بت و بت پرستی قیام می‌کنه و مبارزه می‌کنه، چون اولین اونها نوح پیامبر بود. حالا با این توضیح و با الهام از قرآن میخواییم به فرازهای زندگی حضرت هود و قومش که به قوم عاد معروف بودن بپردازیم. اما قوم عاد، مختصری در مورد قوم عاد، هود 700 سال قبل از میلاد هست مسیح در سرزمین احقاف، جایی بین یمن و عمان در جنوب عربستان، یه قومی زندگی میکردن که بهش بودن عاد، چون جدشون شخصی بود به نام عاد بن اوس. هود پیامبر نیز از همین قوم بود. اینها آدمای قوم، این افراد این قوم تنومند، بلند قامت، نیرومند بودن، خیلی جنگی بودن، جنگاور بودن. از نظر تمدن هم نسبت به قبایل دیگه‌ای که اون موقع وجود داشت، اینا پیشرفته‌تر بودن. و اینا با فشار به ضعیفا و استثمار اونها تونسته بودن شهرهای آباد و زمین‌های سبز و خرم و این حرفا درست کنن، که سوره فجر قرآن در آیه‌ای به اینها اشاره میکنه: ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، با امارات ستوندار ارم که مانندش در شهرها ساخته نشد. به هر حال این قوم تو ناز و نعمت به سر می‌بردن و همچون شیوه بیشتر سرمایه‌دارا و مرفهین بی‌درد، مست غرور و قفلت از قدرتشون، مثل همه اونها برای ظلم و ستم و استعمار و استثمار از دیگران سوء استفاده میکردن. اونجایی که پیروی میکردن از طاغوت‌ها و مستکبران عنود و سرکش بودن و در میان انواع خرافات و بت‌پرستی و گناهان خودشون غوطه‌ور، طغیان و بی‌بندوباری، جهل و گمراهی سراپای وجودشون فرا گرفته بود و هرگز هم حاضر نبودن که از اون روشی که توش هستن دست بکشن و در برابر حق تسلیم بشن. به قول قرآن: و تلک عاد جحدوا بآیات ربهم و عصوا رسله و تبعوا امر کل جبار عنید. و این قوم عاد بود که آیات پروردگارشون رو انکار کردن و فرستادگانش رو نافرمانی و به دنبال فرمان هر زورگوی ستیزجوی رفتن. کل جبار عنید. این وضعیت قوم بود تا اینکه هود پیامبر مبعوث شد و رسالت اینو پیدا کرد که این قوم رو از این جهالت و از این وضعیت در بیاره، هدایت کنه به سمت توحید علیه بت‌پرستی. با توجه به اینکه زمانمون به پایان رسید، اجازه بدید ادامه داستان هود و قوم عاد رو در برنامه آینده ادامه بدیم. خدا نگهدار شما.
خداوندا، لحظات از آن نزدیک است. تو خود گفته ای که مرا بخوانید پاسخ میگویم. خدایا، مردم ما در شرایطی بسیار سخت و دشوار به سر میبرند. ستم و سرکوب، فقر و بیکاری و بلاهای گوناگون مثل زلزله و سیل براشون هزاران مشکل درست کرده. بزرگترین بلا هم همون بلای دیکتاتوری مذهبی و دین فروش حاکم بر میهنمونه که مسبب تمام بلاهاست. در این لحظات عرفانی از تو میخواییم که همگان رو برای رهایی مردم ایران از این وضعیت فاجعه بار کمک کنی. عبادت واقعی در این سالهای سخت خدمت به خلق و رهایی مردم ایرانه. خداوندا، وجدان همه رو برای عمل به وظیفه بزرگ قیام بیدار کن. بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أعتدنا لهم عذابا أليما. همه با هم به سوی خدا برویم.